سلام خدمت شما شاگردای عزیز و نازنین، امیدوار هستم که جور باشین و صحتمند. شاگردای عزیز نازنین، امروز درس سوم از فصل دوم کیمیای صنف 9 رو در خدمت شما عزیزان هستیم. نمبر ارتباطی برنامه رو از یاد نبری شاگردای عزیز نازنین، 20964-780-255-4013 می باشد که از این طریق میتونید با ما ارتباط بگیرید و کدام سوال، پیشنهادات یا کار خانگی دارید برای ما روان کنید. شاگردای عزیز نازنین، با نگاهی بر خلاصه درس امروز با ما همراه باشید. عزیزان، امروز میخواهیم در رابطه با نامگذاری الکانهای منشأ با هم کار کنیم. اگر یادتان باشد در جلسه پیش در درس گذشته ما و شما یاد گرفتیم که الکانهای راست زنجیر چه قسمی نامگذاری میشن. حالا امروز میخواهیم الکانهای منشعب رو یاد بگیریم که چه قسمی میتونیم نامگذاری کنیم. الکانهای منشعب شما یاد گرفتیم ساختارشان چه قسمی است. و الکانهای گفته میشد که اتم کربن و بیش از دو اتم کربن یعنی 3 یا 4 اتم کربن اتصال داشته باشند. بعد از او انواع کربن ها رو با هم کار میکنیم که چند قسم در تعاملات کیمیاوی چند قسم کربن موجودیت داره و همچنان مرکبات ایزو و مرکبات نئو رو با هم کار میکنیم. یاد میگیریم که مرکبات ایزو به چه قسم مرکبات گفته میشه و مرکبات نئو به چه قسم مرکبات گفته میشه. شاگردان عزیز و نازنین دقت کنید، این دو قلم مرکب انواع کربن ها و مرکبات ایزو و نئو، این دو قلم برای نامگذاری الکان های منشعب بسیار پرکاربرد و مهم و لازم می باشد. بنابراین قبل از اینکه نامگذاری الکان های منشعب ما و شما با هم کار کنیم، باید انواع کربن ها و مرکبات ایزو و نئو را با هم یاد بگیریم و بعد از اون نامگذاری را انجام بدیم. شاگردای عزیز و نازنین، با درس امروز با ما همراه باشید. و اما انواع کربن ها شاگردای عزیز چی است؟ بخواییم ببینیم قبل از نامگذاری الکان های منشأ ما باید کربن ها را یاد بگیریم که چی نوع کربن هایی وجود داره. به طور کلی ما 4 نوع کربن داریم شاگردای عزیز نازنین. کربن نوع اول، کربن نوع دوم، نوع سوم و نوع چهارم که هر کدام از ساختارش در شکل ذیل برای شما نشان دادیم. ساختار اولیه مربوط به کربن نوع اول است شاگردای عزیز. چه قسمی است کربن نوع اول؟ با کربن گفته می شود که اتم کربنی که در مرکز قرار گرفته و یک تا اتم کربن اتصال یافته باشه، با اون میگه کربن نوع اول. ساختار دوم مربوط به کربن نوع دوم میباشد. کربن نوع دوم با کربنی گفته میشود که کربنی که در قسمت مرکز قرار گرفته و 2 کربن اتصال یافته باشد، این میشه کربن نوع دوم. کربن نوع سوم که مربوط به ساختار سوم است، دقت کنید، با کربنی گفته میشه که کربنی که در قسمت مرکز قرار گرفته و 3 کربن اتصال یافته باشه، به این میگه کربن نوع سوم.
و آخرین ساختار هم که مربوط به کربن نوع چهارم است و کربنی گفته می شود که کربنی که در قسمت مرکز قرار گرفته و چهار تا کربن اتصال یافته باشه. خب که در شکل هم به طور واضح مشاهده می کنید شاگرد عزیز و نازنین. پس بنابراین ما یاد گرفتیم که کربن نوع اول چی است، دوم، سوم و چهارم چی می باشه که در نامگذاری الکان ها بسیار کار داره و پرکربن است. خب حالا که شاگرد عزیز و نازنین یاد گرفتیم که کربن نوع اول، دوم، سوم و چهارم چه قسمی است، می رویم یک سوال با هم کار کنیم در رابطه با این کربن، انواع کربن ها. سوال قسمی است که در ساختار زیر تعداد کربن های نوع اول، دوم، سوم و چهارم مشخص کنید، پیدا کنید. ساختاری که برای ما داده شده به این قسمی است، یک الکانی منشعب یا محافظه دار است. من این ساختار را برای شما بر روی تخته سیاه نوشته می کنم که با کمک همدیگر کربن های نوع اول، دوم، سوم و چهارم را با هم مشخص کنیم. ساختارش این قسمی است: CH 3 رابطه، CH 2 رابطه، CH در قسمت رابطه، CH 3 باز در قسمت رابطه داره با اتم کربن. در این قسمت هم که گروپ های CH3 قرار گرفته است. ساختار که برای ما داده شده شاگردای عزیز نازنین این قسمی است. می خواهیم ببینیم که کربن های نوع اول، دوم، سوم و چهارم در این شکل مشخص کنیم. دقت کنید شاگردای عزیز نازنین، کربن های نوع اول را با عدد 1، کربن های نوع دوم با عدد 2، نوع سوم با عدد 3 و نوع چهارم با عدد 4 نشان میدیم. خب حالا یک به یک کربن ها را نگاه میکنیم که چه نوع کربنی است. کربن اول چون به یک تا اتم کربن اتصال یافته شده نازنین، پس میشه کربن نوع اول که با عدد 1 مشخص میکنیم. خب کربن بعدی چون از یک طرف با یک کربن اتصال یافته و از یک طرف دیگه با یک کربن دیگه، پس به طور مجموع با دو کربن اتصال یافته، پس میشه این کربن نوع دوم. این کربن چه میتونه نوع چندم باشه؟ چون با یک تا کربن اتصال یافته پس میشه کربن نوع اول. این کربن چی میتونه نوع کربن میتونه باشه؟ نگاه میکنید با یک کربن اتصال یافته از این طریق، با یک کربن دیگه از این طریق و با یک کربن دیگه از این طریق اتصال یافته، با طور مجموع با سه کربن اتصال یافته، پس میشه کربن نوع سوم. خب این کربن چی؟ چون با یک تا کربن اتصال یافته پس میشه کربن نوع اول. این کربن با یک تا کربن اتصال یافته باز میشه نوع اول. این کربنی که در وسط قرار گرفته شاگرد عزیز نازنین دقت کنید، با یک کربن در این طرف، با یک کربن در این طرف، با یک کربن هم در این طرف و با یک تا کربن دیگه هم در این طرف بالا اتصال یافته، به طور مجموع با چهار تا کربن اتصال یافته، پس میشه کربن نوع چهارم. خب این کربنی که در این قسمت قرار گرفته باز سل کنید، با یک تا کربن اتصال یافته است، درست است؟ پس میشه کربن نوع اول. ما به این ترتیب تانستیم انواع کربن ها را در این شکل شاگرد عزیز و نازنین مشخص کنیم و همین راحتیم. کربن های نوع اول، دوم، سوم و چهارم مشخص کردیم. خب حالا می‌خوایم ببینیم شاگردای عزیز و نازنین که ما و شما یاد گرفتیم انواع کربن‌ها را یاد گرفتیم، حالا می‌خوایم که یاد بگیریم که چه قسمی مرکبات ایزو گفته می‌شود و چه قسمی مرکبات نئو گفته می‌شود. می‌خوایم ببینیم ساختار یک قسمی مرکبات به چه صورت است.
خوب دقت کنید شاگردای عزیز نازنین، اگر ساختاری داشته باشید به این صورت که کربن نوع دوم، این کربن نوع چی است؟ دوم. چرا؟ چون به دو اتم کربن از دو طرف اتصال یافته است. خب کار به ساختارهایی که کربن نوع دوم به دو تا معاوضه اتصال یافته باشه از پیشوند نئو استفاده میکنیم و نامگذاریش هم این قسمی است که اول پیشوند نئو را نوشته میکنیم و در آخر هم نام الکان مورد نظر، نظر به تعداد اتم های کربن نوشته میکنیم. پس نام این مرکب چی میشه؟ نئو پنتان، چون دارای به طور مجموع دارای 5 اتم کربن میباشد. این میشه مرکب نئو. اما مرکب ایزو چی است؟ اگر کربن ساختار به این صورت باشه که کربن نوع دوم با دو کربن، شاگردای عزیز نازنین که اتصال افتاده که میبینید درست است، اگر کربن نوع دوم با یک تا معاوضه اتصال یافته باشن، ما به این مرکبات مرکبات ایزو گفته میشود و از پیشوند ایزو در نامگذاریش استفاده میکنیم. این قسمی که پیشوند ایزو را اول نوشته میکنیم و در ادامه هم نام الکان مورد نظر، نظر به تعداد اتم های کربن نوشته میکنیم. چون به طور مجموعی ساختار دارای 4 تا اتم کربن میباشه، پس نام الکانش میشه بیوتان. پس مرکبات نئو و ایزو را یاد گرفتیم که چه قسمی میتونیم نامگذاری کنیم. حالا که شما مرکبات ایزو رو یاد گرفتین، نئو رو یاد گرفتین، انواع کربن ها رو هم یاد گرفتین، براحتی میتونیم الکان های منشعب نامگذاری کنیم. در نامگذاری الکان های منشعب 3 مرحله رو شما باید انجام بدین. خوب دقت کنید. مرحله اولی است که طویل ترین زنجیر اتم های کربن رو انتخاب میکنید با عنوان زنجیر اصلی. این مرحله اول است. مرحله دوم شروع میکنید به نمبر گذاری زنجیر اصلی. زنجیر اصلی رو که انتخاب کردین، کربن های اون رو شروع میکنید به نمبر گذاری یا شماره گذاری. با قسم نمبر گذاری یا شماره گذاری رو انجام میتونید که به معاوضه یا شاخه نزدیکتر باشین شاگردای عزیز. این میشه مرحله دوم. و مرحله آخر که مرحله سوم است، بعد از اینکه شروع کردن به نمبر گذاری، نام زنجیره را نوشته میکنه. این قسمی که ابتدا نمبری کربنی که دارای انشعاب هست را نوشته میکنید و بعد از اون نام الکایل ها را به ترتیب حروف الفبای لاتین نوشته میکنید و در آخر هم نام زنجیر اصلی را با پسوند ANE نظر به تعداد اتم های کربن نوشته میکنید. این 3 مرحله را به یاد داشته باشی شاگردای عزیز نازنین. میرویم با هم یک جای سوال های را در رابطه با نامگذاری الکان های منشعب کار کنیم. سوال که برای شما داده میشه این قسمی است. نام الکان های زیر را بنویسید. خب ساختاری که برای شما داده این قسمی است، این ساختار را با هم بر روی تخته سیاه نوشته میکنیم و کار میکنیم. فرمول به این صورت است: CH3 رابطه CH رابطه CH2 رابطه CH3 رابطه CH2 خب اولین ساختار که برای شما داده قسمی است، میخواییم این را نامگذاری کنیم. خب اولین کاری که میکردیم شاگردای عزیز نازنین، اون 3 مرحله را باید بیاد داشته باشید. اول از همه ساختار مورد نظر یک الکان منشعب یا معاوضه دار میباشد. یک الکان راست زنجیر نیست، معاوضه هایی ببینید معاوضه داره. پس باید در نامگذاری الکان های منشعب اون 3 مرحله را که براتون پیشتر گفتیم بیاد بیارین و نامگذاری را شروع کنید. اولین مرحله چی بود شاگردای عزیز؟ اولین مرحله طویل ترین زنجیره اتم کربن
انتخاب میکردیم به عنوان زنجیری اصلی. خب زنجیرهایی که من میتونم انتخاب کنم شاگردای عزیز و نازنین، من میتونم که این زنجیره را با عنوان زنجیره اصلی خود انتخاب کنم. نگه درست است؟ با چند اتم کاربن؟ 1, 2, 3, 4, 5 اتمی کاربن. و همچنان یکی است که میگه من میتونم این زنجیره را انتخاب کنم، زنجیره ای به این صورت که دارای چند اتم کاربن است؟ 1, 2, 3 که تعداد اتم های کاربن کمتر می باشه، پس به عنوان زنجیره اصلی نمیتونه که باشه. پس بنابراین ما زنجیره که تعداد اتم های کاربن آن 5 تا می باشه را انتخاب میکنیم به عنوان زنجیره اصلی و شروع میکنیم به نمبر گذاری. خب پس زنجیره اصلی خود که انتخاب کردیم، مرحله دوم شروع میکنیم به شماره گذاری. شماره گذاری به قسم انجام میشد که به معاوضه نزدیک تر باشه، معاوضه مئی میباشه. من از کدام سمت شماره گذاری کنم که به این معاوضه نزدیک تر باشم شاگردای عزیز نازنین؟ از سمتی احسن آفاین، از سمتی چپ. از سمتی چپ اگر نمبر گذاری کنم میشه 1, 2 بروی معاوضه، معاوضه من بروی نمبری 2 قرار گرفته. اما اگر از این سمت شروع کنم 1, 2, 3, 4 بروی نمبری 4 قرار میگیرم، پس در این طرف نزدیکتر است. از این طرف شروع میکنم به نمبر گذاری اتم های کاربن. 1, 2, 3, 4 و 5. خب مرحله دوم انجام دادیم. مرحله آخر که میم نام زنجیره اصلی رو نوشته میکنیم به این صورت که اول نمبر کاربونی که دارای معاوضه است چند است؟ نمبرش 2 است. بعد از اون نام معاوضه رو نوشته میکردیم. نام معاوضه ما چی است؟ نام معاوضه ما یک الکایل است. الکایلی با یک تا اتم کاربن نامش میشه چی؟ میتایل. خب و بعد از او نام زنجیره اصلی که انتخاب کردیم، نظر به ای که چی تعداد اتم کاربن داره. چی تعداد اتم کاربن داره؟ 1, 2, 3, 4 و 5. نام الکانی با 5 اتم کاربن چی میشد؟ نامش پنتان میشد. پس نوشته میکنیم پنتان. پس نام زنجیره ما چی میشه؟ 2-میتایل-پنتان. به همین راحتی شما میتونین نامی الکان پیدا کنید. خب ساختارهای دیگه هم برای شما داده شده شاگردای عزیز نازنین. یک ساختار دیگه هم، دو ساختار دیگه هم برای شما داده شده که بر روی تخته‌سیاه براتون نوشته میکنم و با هم یک جای کار میکنیم. ساختار دیگه CH3 رابطه CH2 رابطه CH2 رابطه CH رابطه CH3. در این قسمت هم یک گروپ CH3. خب این هم به هم قسمی نامش نوشته میکنیم. زنجیر اول زنجیره اصلی را انتخاب میکنیم که طویل ترین زنجیره با تعداد اتم های کاربن بیشتر باشه. خب من میتونم این زنجیره رو به عنوان زنجیره اصلی انتخاب کنم. با چند اتم کاربن؟ 1, 2, 3, 4 و 5 اتم کاربن. خب یکی هست میگه که من این زنجیره رو میتونم انتخاب کنم. این زنجیره رو اگر انتخاب کنید داره چند اتم کاربن است؟ 1, 2, 3. این زنجیره به عنوان زنجیره اصلی نمیتونه باشه. چرا؟ چون تعداد اتم های کاربن آن کم میباشه. پس زنجیره ما میشه این زنجیره که در حال حاضر انتخاب کردیم. خب مرحله دوم شروع به نمبر گذاری. نمبر گذاری از سمتی انجام میشه که به معاوضه من نزدیکتر باشه. از کدام سمت نمبر گذاری رو انجام بدیم؟ از سمتی راست. چرا؟ چون به معاوضه نزدیکتر است. پس شروع میکنم به نمبر گذاری. 1, 2, 3, 4 و 5. مرحله سوم شروع میکنیم نامش رو نوشتن میکنیم.
اول نمبر کاربونی که دارای معاوضه است چنده؟ دو. بعد نام معاوضه، نام الکایلی با یک اتم کاربون میشد میتایل. در آخر هم نام الکانی مورد نظر، نظر به تعداد اتم های کاربون. چی تعداد اتم کاربون در زنجیره اصلی دارم؟ 5. نام الکانی با 5 اتم کاربون میشود پنتان. خب شاگرده عزیز و نازنین دقت کنید، نام میشه با یک قسم دیگه هم میتونیم نوشته کنیم. اگر یادتون باشه در پیشتر در اسلایت های قبلی بهتون مرکبات ایزو و نئو را برتون گفتیم. گفتیم مرکباتی که کاربون نوع دوم با یک تا معاوضه اتصال داشته باشه رو ما چی میگفتیم؟ مرکب ایزو میگفتیم. ما میتونستیم به یک قسم نامگذاری کنیم که پیشوند ایزو رو نوشته میکدیم و بعد از اون نام الکان را متناسب با اینکه تعداد کل اتم های کاربون چند تاست. تعداد کل اتم های کاربون سعی کنید 1, 2, 3, 4, 5, و 6. پس میشه نام الکان با 6 اتم کاربون میشود هگزان. این میشه نامی یک قسم دیگه که نامگذاری کنیم. هر دوی از نامگذاری ها شاگردای از نازنین صحیح می باشه. شما به هر طریقه می تونین نامگذاری کنین. اگر یکان وقت این آمدیدین یا این آمدیدین هر دویشان یکی است. خب ساختار دیگر با هم سر کنیم که چرقم نامگذاری می شه. CH3 رابطه CH2 سه تا سی اچ دو رو نوشته می کنیم و در آخر هم یک گروپ سی اچ سه. خب این ساختار ساختار یک الکان راست زنجیر است، دارای معاوضه نیست. خب براحتی می تونیم نامگذاری کنیم با توجه به معلوماتی که در درس های گذشته یاد گرفتین. در الکان های راست زنجیر شاگرده از نازنین چون زنجیر راست است از حرفی این به معنای نرمال استفاده میکدیم، نوشته میکدیم و بعد از اون نام الکان مورد نظر، نظر به تعداد اتم های کاربون. ما چی تعداد اتم های کاربون دارم؟ 1, 2, 3, 4, و 5. نام الکان با 5 اتم کاربون میشود پنتان. پس نام این مرکب میشود این پنتان، یک الکان راست زنجیر با 5 اتم کاربن. خب در این قسمت شما شاگردای عزیز نازنین یاد گرفتین که چه اسمی میتونیم الکان های منشعبه نامگذاری کنیم. نمونه سوالی برای شما داده شده شاگردای عزیز نازنین که نمونه سوال را برایتان میخوانم. این را میتونین هم در بانوان کار خانگی خود حل کنید و هم میتونین الان با هم کار کنید. سوال قسمی است. ابتدا تعداد روابط اتم های کاربن را در ساختمان زنجیری زر توسط اتم های هیدروژن تکمیل نمایید و سپس نامگذاری کنید. ساختاری که به شما داده شده شاگردای عزیز نازنین در این قسمت دقت کنید، ساختار برای شما به صورت راست زنجیر داده شده است. من این را براتون راهنمایی میکنم، میتونید در خانه این را حل کنید با عنوان کار خانگی و برای من روان کنید. یک الکان راست زنجیر است. گفته تعداد روابط اتم های کاربن در این ساختار مشخص کنید. شما در درس های گذاشته حتی در فصل اول یاد گرفتین که اتم کاربن چند رابطه را تشکیل دادن میتونه؟ به طور کلی 4 رابطه را تشکیل داده میتواند. با توجه به این نکته شما میتونید هر اتم کاربن را سیل کنید که چی تعداد رابطه تشکیل داده است. طور مثال با عنوان مثال اتم کاربن که در این قسمت نشانه کردیم به یک تا اتم کاربن اتصال یافته است. از 4 رابطه یک تایش تکمیل شده است، میمانه 3 رابطه دیگه. 3 رابطه دیگر با اتم های هیدروژن میتونه که رابطه را تشکیل بده. به همین ترتیب اتم های کاربن بعدی را شما به راحتی میتونید
تعداد اتم های هیدروژنی که به آن متصل میشن را پیدا کنید. بعد از اینکه تعداد اتم های هیدروژن را پیدا کردید، برایتی میتونید با عنوان یک الکان راست زنجیر نامگذاری را انجام بدین. این را میتونید در خانه به عنوان کار خانگی حل کنید و برای ما روان کنید. خب شاگردای عزیز و نازنین، امروز یک مرور کنیم که امروز ما شما چی یاد گرفتیم. امروز ما شما یاد گرفتیم که الکان های منشعب چه قسمی نامگذاری میشه که به سه مرحله انجام میشد. مرحله اول زنجیره اصلی را با تعداد کربن های بیشتر انتخاب میکردیم. مرحله دوم شروع به نمبرگذاری میکردیم اتم های کربن و نمبرگذاری را از طرفی انجام میدادیم که به معاوضه یا شاخه نزدیکتر بودیم. و مرحله آخر هم شروع میکردیم نام زنجیره نوشته کردن، به این صورت که اول نمبر کربنی که دارای معاوضه است و بعد از او نام الکال یا معاوضه را نوشته میکردیم که اگر چندین الکال میداشتیم به ترتیب حروف الفبای لاتین نوشته میکردیم، اگر یک تا بود که یک تا نوشته میکردیم. در آخر هم نام الکان مورد نظر را نظر به تعداد اتم های کربن نوشته میکردیم. انواع کربن ها را یاد گرفتیم. کربن نوع اول، دوم، سوم، چهارم، که کربن نوع اول به یک تا کربن، نوع دوم به دو تا کربن، نوع سوم به سه و نوع چهارم به چهار اتم کربن اتصال یافت. اگر کربن نوع دوم به دو تا معاوضه اتصال پیدا میکرد ما به آن نئو میگفتیم. اگر کربن نوع دوم با یک تا معاوضه اتصال یافت ما به آن مرکب ایزو میگفتیم. این خلاصه بود که ما و شما امروز یاد گرفتیم. شاگردای عزیز و نازنین، درس امروز ما خلاص شد. امیدوار هستم که درس امروز خوب یاد گرفته باشین. شما را به خداوند منان می سپارم. خدا یار و نگهدارتان باشد.